Welcome to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با درود خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت شاد و شادکام باشید. امروز جمعه اول اسفند ماه 1399 برابر با 19 فوریه 2021 این 181مین برنامه پادکست نواست. ساعت به وقت ایران 5:30 است و اروپا 3 بعد از ظهر و 6 صبح در لس آنجلس. من اسدالله علی محمدی هستم و این 53مین برنامه خودمونی است. عرض کنم خدمت دوستان گرامی، معمولا این پادکستی که می گوش میکنید در واقع مثل هر کار دیگری خیلی وقت میبره و معمولا برای اینکه این پادکست آماده بشه که شما بتوانید گوش کنید این برنامه های ما رو و این برنامه ها رو آماده کنیم برای شما، یک پروسه ای داره که این خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه دوستان ما، در واقع همکاران پادکست، قول معروف برنامه سازان ما، هفته یک بار برنامه خودشون رو آماده میکنن و این کار هم برای اونها خیلی زحمت داره. بعد ضبط بکنن، ادیت بکنن، ترانه ها رو انتخاب بکنن و بعد این پادکست رو برای من میفرستن. اینجا من باید این پادکست رو گوش کنم. بعد از گوش دادن این پادکست رو در سایت اسپیکر که در واقع ما این سایت رو در واقع خریدیم، البته سالانه باید پول بدهیم و برای اینکه میتوانیم از امکانات این نرم افزار استفاده کنیم، بعد من باید اینو بفرستم توی سایت اسپیکر که لینکش هم هست. شما میتونید مستقیم در اون سایت گوش کنید یا اینکه اپ ما رو دانلود کنید. به هر حال بعد از این کار من باید اینو بفرستیم برای به اصطلاح توی یوتیوب، اونم دانلود بشه، بعد منتظر بمونیم که تاییدش بکنن و بعد از اون باید بذاریمش روی وبلاگ پادکست نوا و جاهای دیگه. خب میبینید که درسته ممکنه ساده به نظر شما برسه، ولی واقعیت این است که مثلا هر برنامه که دوستان برای من میفرستن تا به دست شما برسه من باید 2 ساعتی با اون کار بکنم و حتما دوستان دیگری که این برنامه رو میسازند خب باید تو خونه باشن و درا رو ببندن، صدا نباشه و برنامهشون رو ضبط کنن. البته پادکست ما ادعای زیادی نداریم، پادکست به قول معروف فکستانی است. ما امکانات خیلی زیاده، مالی هم نداریم و از کسی هم کمک تاکنون نگرفت. البته اگر کسی به ما تبلیغ بده حتما استفاده میکنیم و بتونیم به قول معروف هزینه های سالانه پادکست رو حداقل بخشش رو تامین کنیم. بعد از این پروسه که خدمتتون عرض کردم، انتظار ما، هم همکاران من و هم خود من، اینه که دوستان نظر بدن، انتقاد بکنن. هیچ مسئله نیست که شما از برنامه های ما انتقاد بکنید یا خوشتون اومده باشه و ما رو تشویق کنید. به هر حال این زیاد برای شما نه هزینه داره، نه خرج داره، نه خیلی وقت زیادی میخواد. شما میتونید برنامه رو که گوش بکنید، اگر انتقادی دارید برای ما توی یوتیوب، توی فیسبوک، توی اپ، توی وبلاگ، وبلاگ پادکست نوا نظراتتون رو بدید. این ما رو خوشحال میکنه، احساس میکنیم که بله ما رو دارن گوش میکنن و براشون اهمیت داره که برنامه های ما بهتر و بهتر بشه و نظرات شما برای ما خیلی اهمیت داره.
که ما احساس بکنیم وجود داریم، هستیم، شنوندگان ما برای ما اهمیت قائلن و با نوشتن کامنت به ما کمک میکنن که برنامه‌هایی رو که ارائه میدیم روز به روز بهتر و بهتر بشه. متاسفانه گله‌ای که از دوستان دارم این است که بعد این موضوع زیاد شاید براشون جدی نباشه، یا شاید حوصله نداشته باشن، یا فکر میکنن که خب ما که گوش میکنیم خوب برنامه دیگه احتیاج نیست من کامنت بنویسم، در صورتی که واقعیت این است که دادن نوشتن کامنت برای ما خیلی اهمیت داره، برای اینکه متوجه میشیم کجای جهان ایستاده ایم. و اینه که از دوستان خواهش میکنم اگر امکان داره وقتی که برنامه ای رو گوش میکنید، برنامه زیتا، جناب اصغر نصرتی، سخن، افتخاری و برنامه خود من، برنامه دکتر آجودانی، همه اینها زیر اون به اصطلاح برنامه‌ای که فرق نمی‌کنه در کجا دارید گوش می‌کنین، شما در همونجا میتونید کامنت بذارید و ما این کامنت ها رو میخونیم و میبینیم که کار ما در چه حدی هست، انتقادات دوستان به اصطلاح چی هست که ما بتونیم اگر اشکالی در کارمون هست خودمون اصلاح کنیم و برنامه رو به اصطلاح بهتر ارائه بدیم. این گله‌ای که من میکنم برای هر رسانه‌ای اهمیت داره که شنوندگان یا بینندگانش و یا خوانندگان اون رسانه به طور جدی ارتباط برقرار کنن با برنامه سازان. این ارتباط تنها راهش این است که شما کامنت بذارید و از ما انتقاد کنید، تشویق کنید، یا هر چیزی که خودتون به نظرتون میرسه که مهمه و باید مطرح بکنید به ما کمک میکنه. از همه شما ممنونم که ما تونستیم، یعنی در واقع این شما هستید که پادکست نوا کم کم داره جاشو در رسانه های فارسی زبان باز میکنه. تقریبا ماه مه ما میشیم یک ساله، یعنی پادکست نوا یک ساله میشه در ماه مه. و با اینکه خیلی در واقع عمر پادکست طولانی نیست و یک سال از عمرش گذشته، به نظر من تونسته جای خودشو توی بخشی از مردم ایران در خارج از کشور و داخل کشور باز کنه و این پادکستو گوش بدن. اگرچه متاسفانه رسانه‌های دیگه هیچگاه اسمی از ما نیوردن تا الان، با اینکه میدونن که این پادکست وجود داره و آدمایی که تو این پادکست به قول معروف برنامه دارن دوستان فریخته‌ای هستن که واقعا زحمت میکشن و وقت میذارن و این برنامه ها رو تهیه میکنن، اما رسانه‌های دیگه در مقابل ما سکوت کردن برای اینکه ما زبانمون سرخه به قول معروف و در برنامه ما بارها شده. از رسانه‌های دیگه ما انتقاد کردیم، البته انتقاد سازنده، ما تصمیم نداریم کسی رو تخریب کنیم، تهمت بزنیم و اون چه که ما مطرح می‌کنیم در برنامه‌هامون در واقع یک انتقاد سازنده است برای بهتر شدن برنامه‌های خود این رسانه‌ها. خب رسانه‌های دولتی مثل بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو زمانه هیچگاه از ما اسمی نمیارن و نیاوردن. متاسفانه برنامه‌های اینترنتی دوستان و دیگران و همچنین تلویزیون‌های خارج از کشور تا کنون در واقع ما رو ندیده گرفتند و ندیده میگیرند و این جالبه که حتی من لینک برنامه هامو برای یک سایتی هست به نام مردم ریپورت بارها فرستادم، برای اینکه ایمیل دارن من فرستادم، خیلی مؤدبانه هم گفتم که این پادکست رو معرفی کردم و برنامه رو برایشون شنیدم، حالان که در لینک هایی که میده یک برنامه هایی هست یا رسانه هایی رو ایشون این به اصطلاح سایت لینک داده و برنامه‌هاشون رو میذاره توی خود سایت که قابل باعث تعجبه، اما یک پادکست خیلی ساده و پر محتوای ما رو
در واقع ندیده گرفته و حتی جواب ایمیل ما رو هم ندادن. من چند بار برای این سایت مسئولینش ایمیل فرستادم و برنامه های ما فرستادیم، حتی جواب ندادن که آقا این برنامه رو که فرستادید خیلی ممنون، ولی ما مثلا وقت نداریم یا نمیخوایم و فلان و بهمان، ولی این کار رو نکردن. منظورم اینه که ما رو در واقع خیلی کم که اصلا نمیبینن و همیشه هم اینطور بوده که یک رسانه جوانی که تازه کارش شروع کرده، البته بچه هایی که تو این پادکست کار میکنن همهشون به اصطلاح سابقه رسانه‌ای دادن، مثلا آقای افتخاری در دو تا تلویزیون برنامه داره و در پادکست ما هم برنامه داشت، البته الان به دلیل اینکه فعلا سرش شلوغه یک به اصطلاح استراحتی میکنه و بعد دو مرتبه برنامه‌شو در پادکست نوا شروع میکنه. خود سخن تلویزیون ایران فردا کار کرده، تو تلویزیون کانال یک کار کرده، خودش هم برنامه‌های مستقل ساخته و میسازه و تقریبا مرتب مقاله‌هاش در سایت گویا منتشر میشه، یعنی آدم های ناشناخته نیستن. خود من هم در سردبیر بلاگ نیوز بودم که زمانی خیلی معروف بود و بلاگ نویسی بودم که مطرح بودم اون زمان. با آقای مانی در رادیو تلویزیون مانی من همکاری کردم. خلاصه خود نصرتی عزیز ما که ایشون اهل تئاتر، این افراد این برنامه رو ساختن، ولی خیلی از رسانه ها، تقریبا تمام رسانه ها تا کنون حرفی از ما نزدن و ما رو ندیده گرفتن و میدونیم که چرا اینطور هست. خب یک ترانه گوش کنیم تا بعد. یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم و عاشق روی تا سحر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد عمرم به پات حروم شد، از من نصیحت بشنو ای دل، آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ایده. خسته شدم از بس که با غریبه ها دیدم، به راه عشق عاشقی چه بی وفا دیدم، دلتنگیات برای من بود لطفت برای دیگرون، رنج و غمت تو سینه من خود سرای دیگرون، اما دیگه تموم شد عمرم به پات حروم شد، از من نصیحت بشنو ای دل، آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ای دل.
خسته شدم از بس که با غریبه ها دیدم، به راه عشق عاشقی چه بی وفا دیدم، دلتنگی برای من بود لطفت برای دیگرون، رنج و غم تو سینه من خود سرای دیگرون، اما دیگه تموم شد عمرم به پا ترون شد، از من نصیحت بشنو ای دل، آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ای دل، اما دیگه تموم شد عمرم به پا ترون شد، از من نصیحت بشنو ای دل، آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ای دل. ترانه‌ای که شنیدیم یادت میاد بود با صدای سوسن. عرض کنم خدمت شما، روز چهارشنبه داشتم برنامه اسخر نصرتی عزیز رو گوش میکردم که میگفت من خیلی دوست دارم تو برنامه هام شاد و شنگول باشم و به قول معروف به شما و شنوندگان حالی بدم و بیشتر کار طنز بکنم، اما هر روز از ایران خبری دریافت میکنیم که متاسفانه روحیه منو و دیگران رو خراب میکنه و من نمیتونم اون چیزی که میخوام باشم و شنگول و شاد و شادمان باشم که بتونم این شادمانی رو هم به شما منتقل کنم. دیدم واقعا نصرتی راست میگه. من همین برنامه خودمونی که روز جمعه است و دلم میخواد که روز جمعه شما رو خراب نکنم، چون تعطیل هستید و تو خونه نشستید و میخواید برنامه ای اگر گوش میکنید دوست دارید که منقلبتون نکنه، اما واقعیت این است که آدم نمیتونه، برای اینکه هر روز ما از ایران یک خبرهایی میشنویم که دل آدمو به درد میاره. شما توجه کنید در این 42 سال همون اوائل انقلاب شریفترین افسران ارتش و اینا روی پشت بام علوی، مدرسه علوی اعدام کردن و متاسفانه نیروهای مذهبی و چپ به جای محکوم کردن اون از حکومت میخواستن که اعدامهای انقلابی رو با شدت ادامه بده و کسانی که در رژیم سابق بودن همه رو از دم تیغ بگذرونن. حتی موقعی که خانم ها اعتراض کردن به حجاب، همین نیروهای چپ میگفتن الان موقع حجاب نیست، موقع مبارزه با امپریالیسمه، که بعدها هم خود اونها قربانی شدن و بعد ادامه داشت این کشتارها. در واقع فاجعه تابستان 67 بود که هزاران نفر جوان ایرانی رو اینها کشتن. از جمله یکی از این افراد دوست عزیز من محمد رضا دلیلی بود که در دانشگاه تهران اقتصاد خونده بود و مدتی ما با هم همکار بودیم و بعد ایشون در شرکتی در تهران به نام اطلس کوپکو که یک شرکت سوئدی بود کار میکردن و ایشون رو در همون موقع دستگیر کردن و جزء افرادی بود که در تابستان 67 اونو تیربارون کردن. از محمد دو تا بچه باقی مونده، یک دختر و یک پسر، که الان خب خیلی بزرگ شدن و امیدوارم که یک روزی با من تماس بگیرم برای اینکه کمی در مورد پدرشون با اونها حرف بزنم. البته من در مورد محمد در وبلاگم نوشتم، ولی سعی میکنم یک برنامه مختصاصی به ایشون در مورد ایشون
حرف بزنم که از یاد نره. به هر حال این پروسه کشتار ادامه پیدا میکنه و جریان جنبش سبز و بعد همین اواخر کشتاری که در آبان ماه انجام گرفت و و و و خودتون میتونید کشتن نویسندگان، کشتن فعالان سیاسی، ترور افراد چه در خارج از کشور چه در داخل ایران که میدونید اخیراً هم در اتریش یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی رو دستگیر کردن و ایشون به حبس ابد محکوم شد و این پروسه کشتار هر روز ادامه داره. یعنی شما از خواب که بیدار میشی اخبار رو تماشا میکنی، فلان جوان رو دستگیر کردن، اعدام شد. حالا اینکه چرا اعدام شد، در به چه شکلی محاکمه شد، آیا وکیل داشت، جرمش چی بود؟ معمولا جرمایی هم که اینها نام میبرن به قول معروف این اتهامات امنیتی، مثلا یه جوونی که 20 سالشه مثلا چه کار خواهد کرد، فوقش مثلا انتقاد کرده گفته آقا مثلا نون و ماست گرونه، همین کافیست که شما رو دستگیر کنن، شکنجه بدن و بعد اعدام بکنن. حتی این اواخر هم جان ورزشکاران ما افتادند و دیدیم که تعدادی از اونها رو به مسلخ بردن و اعدام کردن. منظورم اینه که وقتی که این برنامه حرفای اسقر آقا رو گوش میگردم و میدیدم که اسقر جان نصرتی میگه من دلم میخواد شما رو شاد کنم ولی نمیتونم، میبینم که یک واقعیت، خود من هم خیلی دوست دارم، خودم هم آدم شادی هستم و دوست دارم شما رو هم شاد بکنم، بگیم و بخندیم روز جمعه، ولی این مسائل یعنی این کشتارها یه هر روزه آدم رو واقعا نمیتونه ساکت بگذاره و از کنار این فجایع بگذاره. شما توجه کنید غیر از این همه کشتارها مسئله کرونا داره هر روز قربانی میگیره. این افراد یعنی کسانی که در دولت یا در واقع کسانی که در زیر چتر آقای خامنه‌ای کار میکنن، وقتی که کرونا در قم شروع شد اگر اونجا رو میبستند راهشو و نمیگذاشتن که این کرونا به شهرهای دیگه بره، این همه کشتار نبود. ولی اونها گفتن نه، باید باز باشه، نماز جمعه رو نباید تهدید بکنیم، فلان کنیم، بهمان کنیم و تمام، و این ویروس رو منتشر کردن به تمام ایران و امروز میبینیم که چه فاجعه‌ای شده و هر روز تعدادی از ایرانیان رو بدون اینکه بتونن کاری بکنن میکشه و انقدر اینها بی اخلاقن، انقدر ضد مردم ایران هستن، انقدر بی وطن هستن که حتی خودشون واکسن فایزر میزنن ولی ورودشو برای دیگر ایرانی ها ممنوع میکنن. میبینید که چقدر این موضوع وحشتناکه. یعنی هر روز که من اخبار رو میخونم، روزنامه های ایران رو توی اینترنت نگاه میکنم، میبینم که هر روز 200 نفر، 100 نفر، 50 نفر، 20 نفر به هر حال هر روز به خاطر این کرونا در واقع مردم ایران رو کشتار میکنه. و الان حتی کشورهایی که خیلی از نظر مالی وضعشون خوب نیست، این واکسن رو خریدن و دارن مردم خودشون رو واکسیناسیون میکنن، ولی جمهوری اسلامی ورود واکسنی که مثلا فایزر و واکسنی که در انگلستان ساخته شده رو ممنوع میکنه و میخواد از روسیه این واکسن رو وارد کنه. البته شنیدم وارد شده و حدود 10,000 نفری رو هم واکسن زدن. حالا حساب بکنید اگه بخوان این واکسن رو ادامه بدن تقریبا
5 6 سال طول میکشه برای اینکه در کشورهای دیگه روزی 100 هزار نفر رو واکسن میزنن، در ایران 10 هزار نفر رو در روز واکسیناسیون میکنن. بله، منظورم اینه که اگر میبینید ما روحیه نداریم و گاهی اوقات نمیتونیم، همونطوری که مثلا منده خودم در برنامه خودمونی قول داده بودم که بیشتر بخندیم و بگوییم و بشنویم و ترانه گوش کنیم، ولی این مسائلی که در ایران میگذره آدم نمیتونه از کنارشون بی تفاوت بگذره. و همین خاطر من از تمام شنوندگان گرامی که روز جمعهشون رو خراب میکنم عذرخواهی میکنم، ولی خب چاره چیست؟ البته شما خودتون در به قول معروف آتش هستید و ما در کنار آتش، اما به هر حال به هر شکلی هست ما باید سعی بکنیم حداقل صدای مردم ایران رو به گوش این مقامات بیشرف آمریکایی و اروپایی برسونیم که انقدر به خاطر منافع خودشون لالا به لیلی جمهوری اسلامی نگذرن. خب دوستان، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. با ترانه ساقی با صدای روح پرور با شما خداحافظی میکنم. کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره و اگر برنامه رو دوست دارید به اشتراک بگذارید. اگر لطف کنید در پادکست نوا در یوتیوب در واقع عضو بشید، دکمه قرمز رو که بزنید برای شما هیچ هزینه نداره، فقط عضو میشید و اگر اون زنگوله رو هم بزنید هر موقع که ما برنامه داریم شما رو خبر میکنن که پادکست نوا برنامه داره و شما میتونید بشنوید. به امید دیدار. نبیند بیش از این عشق من دیوانه را،
امشب چرا از دیدنم اینجا شیون میکنه، آتش بگیرن این دلم با که چه با من میکنم. ساقی خدا عمرت بده بر من بده جام دیگر، در گوشه میخانه ها منم یه ناکام دیگر. سویش میرم دستم به دیوار و به در، آخر به کویش میرم شاید ببینم آقابت یک بار دیگر روی او. در این دل پر حسرتم دیگر ندارم آرزو.